نام آن که در بدایت بدایت همه چیز و در نهایت نهایت همه چیز اوست. ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم، ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ما ز بیجاییم و بیجا می رویم. لا اله اندر پی الا الله است، همچو لا ما هم به الا می رویم. خوانده ای انا الیه راجعون تا بدانی که کجاها می رویم. ای کوه هستی ما ره را مبند، ما به کوه قاف و عنقا می رویم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. از دعاهای حضرت موسی علیه السلام است. می فرماید خدایا سینه مرا باز کن، کار مرا بر من آسان کن، عقده ها را از زبان من بردار تا مردمی که مخاطب من هستند کلام مرا بفهمند و تفقه کنند. خدمت همه شما عزیزان عرض ادب و احترام و سلام دارم. حضور شما را در این محفل قرآنی و برهانی و عرفانی گرامی می دارم. همینطوری که استحضار دارین، مدتی است که سیری داریم در آیات سوره مبارکه نجم. اشاره کردیم به این که این سوره با قسم آغاز می شود. خداوند سوگند یاد می کند و نجم اذا هوا، سوگند به ستارگان یا ستاره‌ای که زمانی که پایین می آید، که منظور از این ستاره رو ما خدمتون گفتگو کردیم. بعد از آن اشاره دارد به مقام و منزلت پیامبر اکرم. ما زل صاحبکم، این صاحب شما یعنی همراه شما، این کسی که در کنار شما همراهی می کند این راه رو بلد است. ما زل صاحبکم و ما قوا، دچار قوایت و زلالت نیست، که منظور از زلالت و قوایت رو عرض کردیم. بعد از این فرمودن و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، آنچه را که او میگوید یا میکند و تفکری که دارد بر اساس سلایق شخصی و هوسهای درونی و نفس او نیست. ان هو الا وحی یوها، او در معرض وحی الهی است. اینجا بود که ما بحث مفصلی رو در مورد وحی آغاز کردیم و ابعاد و انواع و مراتب وحی را در قرآن در 7 مقوله خدمت شما بیان کردیم، که در نوبت گذشته به مسئله فرشتگان اشاره شد، یعنی آخرین قسمت از اقسام وحی، وحی است که به فرشتگان می شود. بعد از این که می فرماید و ما ینطق عن الهوا، از اینجای سوره نجم اشاره دارد به یکی از مقامات اختصاصی پیغمبر اکرم و به یک معجزه علمی و عملی اشاره دارد. اول آیات رو میخونیم و بعد فکر میکنم که یک چند جلسه ای در این مورد ما باید سخن بگیم. در اینجا آیات رو من براتون اول میخونم. علمه شدید القوا، این پیامبری که در معرض وحی قرار گرفته، یک موجودی که از او تعبیر میکند به شدید القوا، یعنی کسی که قوت و قدرت در او به نهایت رسیده است، که این پیامبر را تعلیم میدهد، نشان میدهد، علمه، تعلیم میدهد او را شدید القوا. این شدید القوا همطوری که از اسمش معلومه، یعنی موجودی که یک موجودی که قدرت و قوت در او به شدت رسیده است. خب این موجودی که همراه با این پیامبر است، زو مرتن، زو یعنی صاحب، مره یعنی معرفت، آگاهی، علم، احاطه و دانش. این موجود قوی و قدرتمند که همراهی می کند این پیامبر را، بسیار آگاه است. اما فستوا، انسان وقتی که به قدرت می رسد استوای خودش را از دست می ده، اعتدال خودش را از دست می ده. فستوا یعنی معتدل. قرآن میگوید که این موجودی که قدرت داره اعتدال هم داره، این موجودی که آگاهه، وقتی من 4 مطلب میفهمم یا 4 مدرک دانشگاهی میگیرم
خودم رو گم میکنم، اعتدالم رو از دست میدم. میفهمد نه، زومرتن فستوا. خب این موجود، حالا این کی هست؟ این چی هست؟ بعضی از مفسرین اشاره کردن که این همون روح الامین است، همانیست که میفرماید انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و روح. یه موجود عظیمی که تعبیر میکند به روح، که ما در مورد روح صحبت کردیم، انواع روح در قرآن رو براتون بیان کردیم. خب این موجودی که مجرده و دارای قدرته و هو بالافق الاعلا، اون در ملکوت در مرحله اعلایی قرار دارد، او در حالی است که در افق اعلا هست، و هو بالافق الاعلا. ثم دنا، سپس این دنا یعنی دنو، یعنی نزدیک شد، یعنی این موجودی که میگوید شدید القوا نزدیک شد، نزدیک شد. ثم دنا فتدلا، تدلا عرض کنم که ادلا و تدلا دل، وقتی که من آب بکشن زمان قدیم دلو مینداختن تو چاه که آب بکشن، این تدلا اینه، یعنی پایین آمد، یعنی یک قوس نزولی رو طی کرد. ثم دنا فتدلا، این همونیست که حافظ میگه که دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن، این تدلی همینه دیگه. ثم دنا فتدلا، انقدر نزدیک شد، فکان قاب قوسین او ادنا. وقتی کمان رو که شما در نظر میگیرید، این کمان رو عرض میکنم که خود این کمان رو وقتی که ما در نظر میگیریم، قاب کمان و قوس کمان، کمان فاصله از اینجا، از این سر کمان تا اون سر کمان رو بهش میگن قوس، بهش میگن قوس، و اون خود کمان رو بهش میگن قاب. به اندازه قاب قوسین، در زمان قدیم وقتی میخواستن اندازه بگیرن، اون واحد اندازه گیری فرق میکرد، گاهی وجب بود، گاهی زرع بود، گاهی نیزه بود، با نیزه میگفتن چند نیزه. حالا اینجا میگه به اندازه دو کمان، فکان قاب قوسین، انقدر نزدیک شد که به اندازه دو کمان، حالا اینها بیان میشه، او ادنا یا نزدیکتر و نزدیکتر. فاوها الى عبده ما اوها، در این مرتبه ای که قرار گرفت، خدا وحی کرد به سوی بنده خودش آنچرا که باید وحی کند. خب این مقدمه چی هست؟ این مقدمه یک بحث بسیار قابل توجه در قرآن کریمه که در دو جا فقط مطرح شده است، یکی مسئله اسراء پیغمبر اکرم است و یکی مسئله معراج پیغمبر اکرم است. یعنی این دوتا داره در اینجا بیان میشه. حالا این آیات رو من تفصیلش عرض میکنم، اما قبل از اینکه اصلا ورود به این آیات بشه، مقدمات بحث که یکی دو هفته طول میکشه. همانطوری که استحضار دارین، عرض کردم که در این آیات خداوند بیان میکند برای ما یکی از معجزات علمی و عملی پیامبر اکرم را که معراج است. معراج هم که میدونید بالا رفتن، نردبان، معراج جمع او میشود معارج، این عروجی که باید صورت بگیرد. و مولانا به ما میگوید که فایده این بحث معراج در زندگی ما این است که ما هم باید اقتدای به پیامبر بکنیم، صاحب اصلی عروج اوست، حالا ما هم باید عروج داشته باشیم. خب ما بیاییم عروج شناسی کنیم، معراج رو بشناسیم و اینکه پیامبر چگونه به معراج رفته است و چگونه اسراء داشته است، سیری که پیامبر اکرم داشته است، اسرایی که پیامبر اکرم داشته است و مشاهداتی که پیامبر مشاهده کرده، برای پیامبر مشهود شده. و کسانی که اهل سلوک باشن، یعنی کسانی که بخوان اون امر اسپیریچوال رو تجربه کنن و بخوان وجودشون رو ترقی بدن و مشمول این عروج بشند، اونها هم میتونن به اندازه قدر خودشون، به اندازه توان خودشون، به اندازه ظرفیت خودشون از عروج و از معراج بهره‌مند بشن. خب فقط در دو جای قرآن، اونم اشاره کلی شده، یکی در این آیاتی است که خدمتتون عرض کردم و یکی هم در سوره اسراء است. خب خود معراج در قرآن اصلا ما نداریم، اصلا ما کلمه معراج تو قرآن نداریم، اون چه که استفاده میشه از متون
روایی ما هست که قرآن رو برای ما تفسیر میکنه، جای قرآن نگفته است معراج. در قرآن این مسئله مطرح شده که این اولیا و انبیاء الهی وقتی که برای بشریت میخوان امر هدایت رو تحقق بدن و پیامی داشته باشن برای اینکه انسانها رو نجات بدن، اینها باید به یک مرتبه‌ای و به یک مقامی برسن. حالا اون مقام رو من اشاره میکنم، اون مقام از اینجا شروع میشه که همونطوری که بارها بنده در سخنرانی ها عرض کردم، ما یک ملک داریم که همین عالم حس است، همین عالم شهادت است، همین ظاهر است، همین صورت هاست. ما به این میگیم عالم ملک. اگه ما میترسیم از این عالم ملک میترسیم، اگه دچار استرس میشیم از این عالم ملک دچار استرس میشیم. تمام این شکلها و ظواهری که در عالم میبینیم، یعلمون از ظاهرا من الحیات الدنیا، این رو میگن عالم ملک. و در قرآن هم هست که ملک مطرح میشود. خب این ملک همین عالم جسمانی و عالم ماده است. غیر از این ملک ما حقیقت دیگری داریم به نام ملکوت. ملک غیر از ملکوت است. ملکوت ورای این ملک است. ورای یعنی نه اون بالا، در همین جا که هر موجودی جنبه ملکی و ملکی دارد، جنبه ملکوتی هم دارد. یعنی حقیقت هر شی که بر ما مخفی است، اون رو میگوین ملکوت. و به یدهی و به دست اون است چی؟ ملکوت و کل شیء. خود کلمه ملکوت بر وزن فعلوت در زبان عربی، فعلوت در زبان عربی، این فعلوت در زبان عربی شدت و مبالغه رو میرساند. مثلا یه نفر که رحم زیادی داشته باشه میگن رحموت، یعنی رحمانیت زیادی داره. یا کسی که ازش زیاد بترسن، ترسناک باشه، میگن رحبوت. توجه فرمودید؟ یا طغیان و تقلما، میگن آب طغیان کرد. کلمه طغیان رو ببرن توی این ماده میشه تقوت، بعد وابش تبدیل به یا میشه، میشه تقیوت، بعد یاش تبدیل به الف میشه، میشه تاغوت. تاغوت همون تیغوته، یعنی انسانی که طغیان کرده. از زمان قدیم که توی حمام ها که میرفتیم، اون وسطی که لباس میپوشیدن یه حوض سه طبقه بود، یا بر بعضی از سالون ها، من حمام مثال میزنم، حوض سه طبقه بود. اول اون بالا آب پر میشد، آب که پر میشد سرازیر میشد، میرفت میریخت تو حوض دوم، حوض دوم هم باز آب پر میشد میریخت به حوض سوم، حوض سوم هم آب پر میشد به هدر میرفت. انسان سه نوع طغیان داره. طغیان اول، در مرحله اول طغیانی که میکند نسبت به حقوق فردی خودش، به خودش طاغی نسبت به خودش میشه. بعد یه مقداری که لذت برد طاغی نسبت به جامعه میشه، طغیان میکنه. بعد یه مقدار که بیشتر شد طغیان میکنه در برابر خدا که میگه انا ربکم الاعلا، ادعای ربوبیت میکنه، اسم این میشه طاغوت. حالا ملکوت یعنی اونجایی که این ملک باید کنار برود و حقیقت ملک و ماهیت ملک در اونجا مشخص بشود. و به یدهی ملکوت و کل شیء، حافظ میگه که چی؟ بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند، عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش که یک کرشمه تلافی صد بلا بکند، ز ملک تا ملکوت حجابش بردارن هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. هر کس خدمت جام جهان نما بکنه، جام جهان نما یعنی دل انسان، هر کس خدمت به این دل بکنه یا انسان کامل، این ملکوت را پرده ها از جلوی چشم او کنار میره، حقیقت هستی را، حقیقت امانت را، حقیقت صداقت را، حقیقت هر موجودی را میبیند، اون وراء را میبیند، اون پشت را میبیند. این رو بهش میگن چی؟ اینو بهش میگن اراءت الملکوت. ما در قرآن یک اصلی داریم و یه قاعده‌ای داریم به نام اراءت الملکوت، یعنی خداوند میخواد ملکوت رو ارائه بدهد به یک سلسله از دوستان خودش، از انسانهایی که بزرگ هستن. بنابراین ابراهیم رو بهش ارائه میدهد، کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. ما به ابراهیم نشان دادیم، یعنی چی رو نشان دادیم؟ ملکوت رو نشان دادیم. یعنی چجوری نشان دادیم؟ یه تلسکوپ حضرت ابراهیم اومد نگاه کرد، گفت اینا ملکوت، نگاه کن فرشته ها دارن پر میزنن، دیدی اینا نمیبینن. نه، ملکوت یعنی حقیقت اشیاء را ابراهیم دید، حقیقت نمرود را دید. دید نمرود فقط یه مشتی استخوانه، پوچه،
واهمه از او برداشته شد. وقتی که ملکوت را انسان میبینه دیگه نمیترسه، تن به آتش میدهد چون ملکوت آتش را میبیند، در داخل آتش میدود، این آتش تبدیل به گلستان میشود، ملکوت آتش را میبیند. کارد بر حلقوم فرزند خود میگذارد حضرت ابراهیم، چون لیکون من الموقنین، به یقین رسیده است. در اینجا شما نگاه کنید، وقتی که ارائه میشه ملکوت به حضرت ابراهیم، یعنی همین معراج، یعنی یک عروج روحانی پیدا میکنه، نگاه میکند، به باطن نگاه میکند. حضرت علی در یکی از عبارتهای نهج البلاغه میگه ان اولیاء الله، اولیاء الله کیا هستن؟ هم الذین نظروا الی باطن الدنیا، اونا نظر میکنن به باطن دنیا. اذا نظر الناس به ظاهرها، زمانی که مردم به ظاهر دنیا چسبیدن، از ظاهر دنیا میترسن، به ظاهر دنیا دل میدن، از ظاهر دنیا میترسن. اما وقتی که روزی این ملک کنار رفت، ملکوت را دید، نمیترسد. همانطوری که به حضرت موسی میگه بیا بیا، میخواییم تو رو ببریم به معراج، میخواییم به تو ملکوت را نشان بدیم، آیات خودمون رو به تو نشون بدیم. حضرت موسی میاد بعد میگه چی؟ فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، کفشت در بیار، اینجا با کفش اگر بخوای وارد بشی نامحرمی، باید خودتو خلع بکنی، از همه تعلقاتت باید خلع بشی. در اونجا دارد و وعدنا موسی چی؟ 30 لیله ثم اتممناها به عشر. ما با حضرت موسی یه دیتی گذاشتیم، یه ملاقاتی گذاشتیم که 30 شب بود، بعد این 30 شب 10 شب بهش اضافه کردیم، این شد چند شب؟ 40 شب. بعد آخرش میگه و جاء لمیقاتنا، و جاء موسی لمیقاتنا، برای اینکه ما میخواییم به موسی نشان بدیم آیات کبرا و میخواییم ملکوت را نشان بدیم. یعنی چی؟ حضرت موسی چی رو دید؟ حضرت موسی عصا رو دید، ملکوت عصا رو دید، دید این عصا اژدها هم میشود. ملکوت، ملکوت یعنی عصا به دریا میخورد، دریا کنار میرود. این را موسی به چشم خود دید، ملکوت را دید، فرعون را دید، قارون را دید، یعنی ملکوت قارون را دید، ملکوت فرعون را دید، تمام اینها. و به تمام انبیا و اولیا خدا به شکلی نشان میدهد به اندازه ظرفیتشون. در اینجا هم اشاره به همون نشان است. خب در سوره اسراء، سوره اسراء، اسراء نه اسراء، اسراء یعنی چی؟ یعنی حرکت و مسافرت در شب. معنای اسراء یعنی سریان در شب، سیر نیست، سیر و سیاحت، شرکت سیر و سیاحت، اتوبوس میخرید، بلیت اتوبوس میخریدیم میرفتیم مشهد، میشد سیر و سیاحت، نمیدونم سیر و سفر. خب اون سیر با سر فرم کنه، سین و ر و چی؟ یه. حالا این آیات رو عنایت بفهمین علی آقا. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه چی؟ لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير. خب توجه بفرمایید، من یه مقدار راجع به این آیه توضیحاتی باید بدم خدمتون، بعد عرض میکنم که یه مقداری این مسئله اسراء و معراج بیان بشه. پیغمبر اکرم یک مسافر است، این مسافرت رو داره در اینجا بیان میکنه. منتها دو نوع مسافرته، یک سیر زمینی داره، یک سیر آسمانی داره. معراجی که در اینجا مطرح میشه یک سیر زمینی داره، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، ولی یک سیر آسمانی دارد که از او تعبیر به معراج میشه، که پیامبر به آسمان ها رفته. خب یعنی چی به آسمان ها رفته؟ یعنی برای پیغمبر آپولو فرستادن، اسپوتنیک فرستادن، بله میگن یه مرکبی هم فرستادن اسمش براق بوده، مثلا سوار اون شده رفته بالا. خب این چه جوریه؟ ما الان این چه جوری میتونیم بفهمیم که این پیغمبر چه جوری رفته بالا؟ اصلا کجا رفته؟ این آسمان ها کجاست که پیغمبر اکرم رفته؟ اینا همه بحث است، اما خاله بعضیش به درد ما نمیخوره. اونایی که به درد ما میخوره، کاربردیه برای ما. من میخوام این قسمت رو براتون توضیح بدم. این سوره اسراء بسیار مهمه که این اسراء رو مطرح میکنه. سبحان الذی اسرا بعبده. اولا این سوره اسراء با سبحان شروع میشه، یعنی با تسبیح شروع میشه. خوب توجه بفرمایید، عرض میکنم خدمتون که سبحان که تسبیح، میدونید که در قرآن ما سوره هایی داریم که اینها مسبحات هستن، یعنی با تسبیح و سبح شروع میشه، که چند تان؟ 6 تان. یکی سوره جمعه است اگه یادم باشه، سوره مبارکه صف، سوره مبارکه تقابون، سوره مبارکه حدید، سوره مبارکه حشر، سوره مبارکه اعلا. اینا میگن مسبحات ست، که پیامبر هر شب قبل از خوابیدن این مسبحات رو قرائت میکردن، تفکر در این آیات تسبیح خدای سبحان میکردن. و یکی رو هم بهش اضافه کردن
شده مسبحات سبع و اون که بهش اضافه شده است سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. ببینید این که خداوند میخواد از سیر پیغمبر صحبت بکنه و از عروج پیامبر و از عروج ما، اصلا معراج ما میخوایم بریم از فردا تو زندگیمون میخوایم معراجی بشیم، ما اصلا این فردا میخوایم تو این ونکوور بریم ببینیم معراج میتونیم بریم چجوری بریم معراج، توجه ما میخوایم بریم معراج، این معراج چگونه در زندگی ما تحقق پیدا میکنه. ببینید شما وقتی که کلامی رو یه حکیمی شروع میکنه صحبت کردن، ابتدای صحبتش واژگانی که استفاده میکنه ارتباط داره با چی؟ با محتوا. این رو توجه بکنید. ببینید شما مثلا اگر یه مهمونی دادین، عرض میکنم خدمتتون که مثلا وارد یه ختمی میشید، میخواید اونجا صحبت بکنید، کلماتی که به کار میبرید در اون مجلس ختم یک نفر که فوت کرده، اون کلمات یه کلماتی است که بار داره، ارتباط داره با مطلبی که شما میگید دیگه، توجه فرمودید یا نه؟ یعنی باید یه ارتباطی داشته باشه. عرض کنم که میگن یه نفر یه خونه ساخته بود و خونه نو و اینا، بعد خونه ساختمون خیلی زیبا در مثلا وست ونکوور، همه رو دعوت کرد، یه چلو کباب هم گفت به همه بدن، و بعد به یه نفر مثل بنده گفت آقا بیا یه چند کلمه صحبت کنی. منم رفتم میکروفون رو گرفتم گفتم هر که آمد عمارتی نو ساخت رفته به دیگری، مثلا چیه بیت دومه چیه رفته به دیگری، بابا این حرف تو اینجا میزنی؟ آخه باید یه مناسبتی داشته باشه، یه مبارکبادی بگو، یه شعر دیگه ای بگون، آخه این چیه که هر که آمد عمارتی نو ساخت؟ حالا من این کلام خداست، کلام بشر که نیست. خداوند در اینجا میخواد بگه که سبوح قدوس، خدا سبوح هست و قدوس هست. تسبیح رو براتون معنا کردم. خداوند وقتی که ما میگیم تسبیح، یعنی دو مرتبه میگم تسبیح، یعنی این که خداوند از هر عیبی و از هر نقصی و از هر شکی مبراست. این معنای تسبیح، یعنی زدودن هر عیبی و هر نقصی از ذات خداوند، این معنای تسبیحه. هیچ عیبی خداوند ندارد، هیچ منفی خدا، ما نمیتونیم بگیم که خداوند عالم نیست، خداوند قادر نیست، اینا همه تسبیح است. اما تقدیس چیه؟ تسبیحو چی میگیم ما؟ تقدیس. تقدیس به چه معناست؟ فرق است بین تقدیس و تسبیح. تقدیس یعنی حتی خداوند مبرا هست از کمالات محدود ما، یعنی کمالات محدود ما هم برای او نقص است. خداوند علم محدود ندارد، خداوند قدرت محدود ندارد. از یک طرف میگیم خدا عاجز نیست، از یک طرف میگیم قدرت محدود هم ندارد. خداوند قدرت مطلقه دارد. لایتناهاست، بما لایتناها عدتن و مدتن و شدتن. خب اینا معناش روشنه دیگه، تسبیح خداوند. این سوره هم با سبحان الذی اسرا شروع شده، آخر سوره هم، چون دیگه آخر وقتی که آدم یه جا میره آخرش هم که میخوای بگی، اگه عروسی بود اولش با یه شعر خوب شروع کن، شعر شاد، آخرش هم یه چیزی بگو مردم برقصن. آخرش نمیشه بگه خاله که دیگه عروسی، حالا یه توسلی هم بکنیم به ائمه و یه مصیبتی هم من میخونم، توسل کنیم برای این عروس و داماد برکت باشه. نه آقا این چه حرفیه که تو اینجا میخوای بیای ذکر مصیبت بکنی برای اینکه برای عروس و داماد؟ نه، اونجا باید یه مطلب خنده‌دار. اینجا اول سوره و آخر سوره با هم هماهنگه. اول سوره با تسبیح، آخر سوره با حمده، اما حمدی که همراه با تسبیح و تکبیره. در آخر سوره چی میگه؟ قل، بگو ای پیامبر، الحمد لله الذي لم يتخذ له ولدا ولم يتخذ له صاحبتا ولم يكن له صاحبه ولم يكن له ولي من الذل و كبره تكبيرا. با این شروع میشه. خب این چه ربطی به معراج دارد؟ ربطشو بنده عرض میکنم. در این کار سبوح و قدوس بودن خداوند در این کار نقش دارد. خداوند وقتی که میخواد تجلی بکنه، خدا میخواد بیاد پیامبر رو ببره دیگه، خداوند میخواد پیغمبر رو ببره. فرق پیامبر با حضرت موسی در این بود که خدا به موسی گفت بیا، خودت بیا، من نمیام ببرمت. و جا موسی، موسی اومد. اما در اینجا خداوند این وجود نازنین رو میگه اسرا به عبدهی، خدا اومد ورش داشت بردش، خدا اومد سیرش داد. توجه فرمودی؟ در اینجا خداوند وقتی تجلی میکنه با اسماء تنزیهیه خود گاهی تجلی میکنه، گاهی با اسماء تشبیهیه خود تجلی میکنه. خداوند دو نوع اسماء داره، اسماء تنزیه، تنزیه میشه خدا، اسماء چی؟ تشبیه. در اونجایی که خدا میخواد بیاد یعنی خداوند میخواد مخزن غیب را بیاره در عالم طبیعت، یعنی دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن بیان پایین، وقتی که میخوان بیان با اسماء تشبیهی ظهور پیدا میکنه.
اما وقتی که میخواد این انسان را به غیب ببرد، این طبیعت را به غیب متصل بکند با اسمای تنزیهی، یعنی اینطوری میخوام بگم که هر چه به نزاهت، چون تسبیح چی بود؟ تسبیح معناش چی بود؟ تسبیح معناش یعنی زدودن هر گونه عیبی از خداوند. هر چه که انسان به نزاهت، به تصفیه باطن، به تخلیه درون نزدیک بشه، قابلیت پیدا میکند برای معراج. باید قابل، چون سبحان که میگه اینجاست، یعنی هم از ناحیه فاعل هم از ناحیه چی؟ قابل. ما یه فاعل داریم یه قابل دیگه. یه وقتی هست که فاعلیت تمومه، یه نفر میاد اینجا برای ما چیکار میکنه؟ میاد یک سمفونی از بتهوون رو اینجا اجرا میکنه. خب این قابلی فاعلیتش تمومه، قشنگ بلد این سمفونی رو اجرا کنه. اما ما هممون که اینجا نشستیم، معذرت میخوام، همه موبایل دستمون داریم با موبایل صحبت میکنیم. اینم بنده خدا داره اینجا سمف میگیم قابلی فاعلیت تمومه، اما قابلیت تموم نیست. باید قابلیت پیدا بشه. اگه من میخوام مشمول معراج پیغمبر بشم، باید من قابل بشم دیگه. خب پیغمبر اکرم قابل بوده که رفته معراج. چگونه قابل بوده که خدا میگه سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام؟ نگاه کنید، سبحان الذی چی؟ اسرا. بعد از اسرا چی است؟ بعبده. مگه این پیغمبر نیست؟ مگه رسول نیست؟ مگه نبی نیست؟ مگه ولی نیست؟ خداوند نمیگه سبحان الذی اسرا برسوله، سبحان الذی اسرا بنبیه، سبحان الذی اسرا بولیه. خداوند میفرماید سبحان الذی اسرا بعبده، یعنی کسی که به مقام عبودیت رسیده است، به عبودیت خالص رسیده است. خب کسی که به عبودیت خالص رسیده، یعنی دیگه به مقام فنا رسیده، چون نبوت و رسالت و ولایت فرع بر عبودیت است، باید به مقام عبودیت برسد تا به مقام نبوت برسد. بنابراین کسی که به مقام عبودیت رسیده به خدای سبوح و قدوس نزدیک میشه، و کسی که میخواد به خدای سبوح و قدوس نزدیک بشه، معراج داشته باشه، در هر لحظه باید مراقبت داشته باشد که خودش را از هر گونه دنسی، از هر گونه قشی، از هر گونه قشی، از هر گونه قشاوی، از هر گونه حجابی، از هر گونه رینی، از هر گونه گناهی، از هر گونه عیبی خودش را منزه کند، منزه کند تا مشمول این آیه بشه. یعنی با این آیه میخوایم حرکت بکنیم، سبحان الذی اسرا بعبده. هر کس عبده بیاد با پیامبر میتونه بهره ای از این معراج رو ببره، یعنی پیامبر میتونه بهش بگه من کی دیدم، او هم میتواند ببیند. این معنای این است. اگر اینطور شد، اگر اینطور شد به سبوح و قدوس که نزدیک میشه، سبحان الذی اسرا بعبده، به عبد، این عبد به مقام عبودیت رسیده. حالا بیشتر من اینو توضیح میدم، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا. خب خود اسرا، معذرت میخوام، خود اسرا یعنی سیر در شب، یعنی در شب برده. اما این لیلا که در اینجا میاد، اولا تأکید خدا بر این که شب موقعیتی شما دارید، ان لک فی النهار سبحا طویلا. خدا به پیغمبر میگه تو توی روز خیلی گرفتاری، خیلی ذهنت مشغوله، خیلی مشغولیت ها داری، خیلی حرفا میزنن، خیلی غیبت ها میشنوی، خیلی صحنه ها میبینی، نمیتونی. ان لک فی النهار سبحا طویلا، ان ناشعه اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. اما شب که میشه، تو باید مهیا بشی برای شب، یعنی در شب شما سبح طویل نداری. سبح طویل تو قرآنه، کسایی که قرآنی هستن میدونن من چی میگم. سبح طویل یعنی ذهنت مشغوله، توی روز اینطوریه دیگه، ذهن ما مشغوله. اما در شب انسان یه آرامش خاصی داره، درد دندون در شب ظهور پیدا میکنه، نه اینه که درد دندون نیست، توی روزم درد دندون هست، اما شما همون درد دندون روز و شب هم داری، یا منتها توی روز متوجه نمیشی. در شب به دلیل اینه که خاموش میشه، همه جا خاموشه، وجود تو خاموش میشه، میگه اون موقع موقعی است که تو میتونی یک ناشعه پایداری داشته باشی در شب. و این شب خیلی مهمه برای خداوند، که قسم به شب هم یاد میکنه، و لیل اذا یسر. بنابراین در یه پاره از شب خداوند سیر داد این عبد خودش را من المسجد الحرام، حالا الى المسجد الاقصى، به سوی مسجد الاقصى. یعنی پیغمبر از مسجد الحرام رفتن به مسجد الاقصى. خب رفتن، خب حالا اینا رو توضیح میدم. الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، اون مسجد اقصایی که ما دورش رو مبارک کردیم، لنوريه من آیاتنا. چرا ما خواستیم آیاتمون رو به او ارائه بدهیم؟ خب مگه تمام عالم آیه خدا نیست؟ ها،
مگه این درخت ها آیه خدا نیست؟ مگه این دریاها آیه خدا نیست؟ مگه این ببرها، بادها، دریاها، جنگلها، حیوانات مگه همه آیت الله نیستن؟ همه این آیت الله هم دیگه. تمام این موجودات، همه شما که اینجا نشستید این آیت الله هستید، آیت خدا هستید، آیت الله عظما هم که میگن. حالا آیت الله عظما، من این دفعه تعبیر ما به کی میگم آیت الله عظما؟ هر کس عمامه گنده تر داشته باشه، ریش درازتر، این آیت الله عظما. نه، آیت الله عظما هم حالا معنا میشه کی؟ نشانه خداست. ولی تمام عالم به یک معنای کلی آیت خداوند است. بله، این در قرآن هم مطرح شده. اما این چیه که خدا میگه من اینو میبرمش؟ آیاتی رو میخوام به اون نشون بدم که اون آیات از چشم شما پنهانه. انه هو السمیع البصیر، به درستی که او سمیع است و او کی است؟ ها، بصیر است. کی سمیع و بصیر است؟ بعضی گفتن نه، اینجا انه هو برمیگرده به پیغمبر اکرم، یعنی پیغمبر اکرم سمیع است، پیغمبر اکرم بصیر است. خب این چه جوری میشه که پیغمبر اکرم سمیع است، پیغمبر اکرم بصیر است؟ این چطور؟ انه هو رو به اول باید به خدا برگه، سبحان الذی اسرا، اون خدایی که سرایت داد. حالا علتش رو عرض میکنم که چرا اینطوری تفسیر کردن که انه هو برگردد به پیغمبر اکرم. نگاه کنین، من برای اینکه بحثمو جمع بکنم در اینجا براتون آوردم ابعاد و مراحل پنجگانه معراج پیغمبر اکرم. اولا من قبل از اینکه به این مراحل پنجگانه، یعنی اگه ما بخوایم این پنج تا رو اگر خوب متوجه بشیم، یه مقدار وارد به بحث معراج میشیم و ان شاءالله عملیش هم من میگم کاربردی چگونه انسان مشمول معراج میشه. الان یه مقدارشو اشاره کردم. سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح، یعنی انسان به مقام عبودیت برسه. اگه به مقام عبودیت نرسد میگه سبحان ربی الاعلا و بحمده، اما این سبحان ربی الاعلا و بحمده ظاهرا تسبیح است، اما باطنا این رفتن در طبیعت است. نیتی که انسان میکنه یه انبعاث درونیه، انسان باید با نیت انبعاث درونی. چرا میگن الصلات و معراج المؤمن؟ پیغمبر اکرم مگه نگفته نماز معراج مؤمنه؟ ما میخوایم به معراج بریم، چجوری بریم؟ با نماز. انسان با نماز به معراج میره، منتها نه اون نمازی که نیت که میکنه، این نیت ظاهرش نیته اما حقیقتش غفلته. یعنی خود نیتی که من میکنم یه ملک داره، یه ملکوت. ملک نیت من نیته، اما ملکوت نیت من اصلا غفلته. نیت در غفلت، خود نماز ذکره اما این ذکر در غفلت ادا میشه، این که نمیتونه معراج باشه. چگونه معراج میشه این؟ چگونه انسان اون عروج رو احساس میکنه؟ اگه بنا باشد که همینطوری که میگه ان لک فی النهار سبحان، اون سبحی که من در روز دارم منو آغشته میکنه، ذهن منو، شبم اول شبم آدم باید مراقبت بکنه چی میخوره، چی میبینه، چی میشنوه، همه اینا، اینا همه توی عروج انسان تاثیر داره. و الا اگه من بخوام هر چیزی که بخوام ببینم، هر چیزی که بخوام بشنوم، هر چیزی که بخوام بخورم، بعدش هم انتظار داشته باشم که یک عروجی از صلات و معراج المؤمن باید داشته باشیم. متن نماز با خارج نماز ارتباط دارن با هم دیگه. انسان دریافت میکند قرب و معراج رو از اعمالی که توی روز انجام میده، دریافت میکنه. متأ این دریافتیاشو کجا میبینه؟ موقعی که میگه الله اکبر اهدنا الصراط المستقیم. اونجا آدم میبینه که دریافت کرده یا نه، دریافت نکرده. اما اونجا هر چی زور میزنه میبینه نه، اصلا یه چیز دیگه است، اصلا نمازشو داره در غفلت به جا میاره. توجه داشته باشید. خب ببینید یه سوالاتی مطرحه. این معاد پیغمبر، معاد عرض کنم در خواب بوده یا در بیداری؟ چه معراج، معذرت میخوام، معراج پیغمبر در خواب بوده یا در بیداری؟ مسلم در بیداری بوده. البته در بعضی از جاها مثلا روایاتی هستش که این روایات میگه که پیغمبر اکرم مثلا در خواب بوده. خب پیغمبر معراج ها داشته. معراج پیغمبر، این معراجی که ما داریم از او صحبت میکنیم، در بیداری بوده. آیا این معراج جسمانی بوده یا روحانی بوده؟ آیا روح پیامبر به معراج رفته یا جسم پیامبر هم به معراج رفته؟ چون قرآن وقتی که میگه سبحان الذی اسرا به عبدهی، ما عبد خودمون رو بردیم. خب این عبد رو برده، خدا که نمیگه ما روحمون رو بردیم جسمشمون. مگه میشه که جسم بمونه روح بره؟ هم معاد، هم مثلا معراج جسمانی بوده هم روحانی. حالا این یعنی چی جسمانی بوده روحانی؟ ببینید شما الان اومدید اینجا، خب آمدن شما جسمانی بوده یا روحانی؟ به من جواب بدید. جسمانی بوده. شما سوار ماشین شدید، ماشین رو استارت زدین، اینا همه ماشین ماده است، جسم، دست شما جسم، سویچ جسم. شما اومدید اینجا، منی که سخنرانی میکنم با زبانم، با ماسلام، با نمیدونم این دستام تکون میخوره، من حرف میزنم، شما قیافه منو میبینید، من قیافه شما رو میبینم، اینا همه جسمانیه. شما میشنوید، این جسمانیه ها، تمام اینها جسمانی است. اما درک قرآن روحانیه. انتقالی که الان از من به شما منتقل میشه این روحانیه. پس میتونیم بگیم آمدنمون به این مجلس هم جسمانیه
هم روحانی. پیغمبر اکرم سیلی داشته، اما اون چرا که مشاهده ممکنه به آسمان هم رفت، هم به همین آسمان مادی هم برد اشکال نداره، اما اون چرا که مشاهده میکند اون روحانی است. اینها رو ما عرض میکنیم و این توضیحات رو اصلا ما در قرآن نداریم. ما اصلا در قرآن کریم توضیحی در مورد اینایی که بنده عرض میکنم نداریم. ما اون چه که بهش مراجعه میکنیم اون روایاته. خب حالا این روایاتی که گفته میشه، این روایاتی که بر تو در قرآن که حالا بگو معراج، اصلا تو قرآن کی گفته پیغمبر به معراج رفته؟ قرآن فقط میگه پیغمبر یه اسرائی داشته، همین. ما مراجعه به روایات میکنیم برای اینکه این روایات تبیین میکنن، نه روایات جعلی، نه احادیث جعلی. ببین این روایات هم چند دستن. یک دسته از روایات آن چرا که میگویند مخالف با قرآن نیست و عقل هم آنها را میپذیرد، مثل اصل معراج. اصل معراج رو روایات ما تایید میکنه. خب ما قرآن مخالف با قرآن نیست، شما باید روایتی رو بپذیرید که مخالف با قرآن نباشد. اگه مخالف با قرآن بود اون حجیت ندارد. توجه فرمودید؟ موافقت شرط نیست، موافقت شرط نیست. یعنی شرط نیستش که روایت موافق با قرآن باشه، مخالفت احتجاج او رو از بین میبره. موافقت شرط نیست، چون تمام احکامی که ما در زندگیمون ما وقتی روزه میگیریم میگیم نه چیز روزه رو باطل میکند، خوردن، آشامیدن، سر به ضراب فرو کردن، تمام اینا، این نه چیز، این نه چیز هیچ کدومش در قرآن، یکی دو تاش در قرآن هست. موافق با قرآن نیست، موافق با قرآن نیست، اما مخالف با قرآن هم نیستش. حالا این روایات یه عده حرفایی میزنن، این روایات که اینا رو عقل میپذیرد، با قرآن هم موافق. دسته دوم روایاتی است که این روایات مطالبی خارج از معراج رو میگه، مثل که میگه پیغمبر حضرت آدم رو دید، حضرت ابراهیم رو دید، انبیا اومدن با پیغمبر اکرم نماز جماعت خوندن، پیغمبر اکرم نماز ظهر خوند، نماز عصر خوند، همه اینا، همین اتفاقات رو در روایات میگه. خب اینها در قرآن نیستش، اما عقل اونها رو میپذیره، مخالفت با قرآن هم نداره. اینم دسته دوم. دسته سوم روایاتی است که این روایات مطالبی میگه که عقل ما نمیفهمه، اما میتونیم توجیهش کنیم. مثل که میگه پیغمبر که رفت وارد بهشت شد، پیغمبر وارد جهنم شد، پیغمبر گروهی رو دید که دارن عذاب میکنن، پیغمبر اکرم در شب معراج دیدن یه پیرمردی داره میاد، مثلا اینا رو برای ما میگن، که این هیزمی روی کولش بود، این هیزم رو نمیتونست حمل کنه، این بار رو میگذاشت زمین و عوض این که این بار رو کم کنه میرفت هیزم میآورد میذاشت روی این هیزما. توجه فرمودید؟ باز این روزوشش میگرفت میرفت جلو، میرفت جلو، باز این هیزم رو میذاشت زمین، باز میرفت به جایی که برداره هیزم میذاشت بود. گفتن این کیه؟ گوی ملکوت آدمی است که در دنیا احتیاج داره، میره پول نزولی قرض میکنه، بعد اون پول نزولیشو نمیتونه بده، باز میره از یه نزول خور دیگه پول نزولی میگیره که نزول مضاعف که بتونه این نزول رو بده، باز اون یکی رو هم نمیتونه بده، باز میره این ملکوت اون انسان، ملکوت رو پیغمبر میگه. خب اینا روایات تو قرآن که نیست، اما اینها عقل ما اول نمیفهمه ولی میتونیم توجیه بکنیم. دسته چهارم روایاتی است که اصلا هم مخالف با قرآنه هم مخالف با عقل، اینا رو ما میذاریم به دیوار. اما این مراحل پنجگانه ای که بنده عرض کردم، مرحله اول یعنی مطلب اول تو این مسئله اسراء پیغمبر، سیر و سفر جسمانی و مشاهدات طبیعی پیامبره. خب مسلمه، ما اینو قبول داریم که پیغمبر اکرم رفته از مسجد الحرام رفته به مسجد الاقصی، رفته سیر کرده، دیده، با چشم خودش دیده، با عرض میکنم خدمت با زبان خودش گفته. بنابراین ما این رو نفی نمیکنیم با همین توضیحی که بنده عرض کردم که شما اومدید اینجا، هم اینجا حضور شما جسمانیه هم حضور شما روحانیه. خب مرحله دومین چیزی که اینجا وجود داره این هستش که پیغمبر اکرم مشاهده کرده. چه چیز رو مشاهده کرده؟ حضرت ابراهیم رو مشاهده کرده. خب حضرت ابراهیم که مرده، حضرت ابراهیم ظاهرا نیست دیگه، حضرت ابراهیم آخه روح حضرت ابراهیم که نمیتونه الان میگه مثلا من روح فلانی رو دیدم، الان روح فلانی رو مگه شما میتونی ببینی؟ شما اگر دیدی چی رو دیدی؟ پیغمبر اکرم حضرت آدم رو دیده، حضرت ابراهیم رو دیده، این چگونه دیده؟ اینجاست که در معراج بحث تمثلات برزخی مطرح می شود. تمثلات برزخی رو بنده براتون عرض کردم که ما یه عالمی داریم به نام عالم مثال، یعنی مشاهده پیامبر مشاهده مثالیه،
مشاهده مثالی یعنی چی؟ یعنی حضرت مریم که در مسجد داره عبادت میکنه یک مرتبه میبینه یک جوانی در برابرش قرار گرفت. گفتم براتون دیگه، فتمثل لها بشرا سویا، حضرت مریم با اون جوان ملاقات کرد. خب حضرت مریم رو که با اون جوان ملاقات کرد، بقیه نمیدیدن اون جوان رو، ولی حضرت مریم او رو میدید. ما اینو میگیم وجود مثالی، یعنی وجود برزخی. اسم دیگرش رو گذاشتن وجود خیالی. اصلا عالم دیگری هست که شیخ شهاب الدین سهروردی میشه میگه به نام اقلیم هشتم. شما اتصال پیدا میکنی و حقایقی رو در اون عالم مشاهده میکنی. اینا همش تمثله. و در مسئله گناهان ما عرض میکنم خدمتون که تمثل برزخی داریم، تمثلات برزخی وجود داره. و همین ماجرایی که براتون عرض کردم که عرض کنم، مثلا میگه که حالا خیلی خیلی عبارات هست، اگه من بخوام برای شما بگم طولانیه. مثلا میگه در تشییع جنازه یکی از عرفا، یکی از کسانی که واجد مقامی شده که میتونه تمثلات برزخی رو مشاهده کنه، میگه در تشییع جنازه او شرکت کردم، دیدم که روی تابوت او یک سگی داره به من نگاه میکنه. خب این داره میبینه او رو، یعنی ملکوت او رو داره میبینه. خب این واقعا سگ شده اون موقع؟ مثلا این آقا از اون تو در اومده سگ شده؟ نه، این همینجا سگ بوده، همینجا هم به صورت سگ او رو میبینه. و ما انسان‌های بزرگی داشتیم، فردی داشتیم که بنده خودم مطلع هستم که ایشون این حال بهش دست داده بود در نجف و میدید باطن انسان‌ها رو، میدید ملکوتشون رو، میدید. رفت متوسل شد به حرم حضرت علی که خدایا این حال از من بگیر، من همش دارم عذاب میکشم، چون دارم میبینم که این داره قضا میخوره، دستش که تو قضا میکنه خون داره میخوره. خب این داره خون میخوره، چون اون چرا که این داره میخوره همون خونه بچه‌هایی است که رفتن تو جبهه ها خونشون رو دادن، مادرایی که عزادار شدن. حالا این آقا در اینجا که داره میخوره واقعا داره خون میخوره. در قرآن اصلا این حرفای من نیست، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، خداوند میگه اون کسانی که اموال یتیما رو میخوره روی ظلم، خب خدا میگه انما ياكلون في بطونهم نارا، اینا دارن تو شکمهاشون آتش وارد میکنن. خب این یعنی چی؟ این ملکوت این عمل رو داره قرآن بیان میکنه، نه اینکه خدا فقط بخواد بترسونه، نه، این واقعا ملکوت این عمل هست، ملکوت این عمل رو داره در اینجا نشون میده. انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. خب این تمام این بحث رو برای ما حل میکنه که پیامبر اگر ابراهیم رو دیده، وجود برزخی ابراهیم رو دیده، وجود برزخی حضرت آدم رو دیده. اگر میگن وارد بهشت شده، پیغمبر وارد بهشت شده، مگه میشه پیغمبر وارد بهشت بشه؟ چون بهشت در خروجی نداره. شما اگه وارد بهشت بشی دیگه نمیتونی خارج بشی، این هست در قرآن میگه. مگه میشه وارد بهشت بشه پیغمبر اکرم؟ مگه میشه وارد بهشت بشه؟ اصلا این حضرت آدم هم که میگه وارد بهشت میشه، اون بهشت نبوده، بهشت موعود نبوده، یه باقی بوده، یه جایی بوده، یه مرحله و مرتبه برزخی بوده، اونم برزخی بوده. کجا وارد جهنم شده؟ یکی از این دوستان به ما میگفتن آقا شما در سخنرانیاتون گفتید که من جهنم رو قبول ندارم. الان یه فیلمی برای ما فرستادن رو همین تلگرام از این چیزا زیاده. یعنی یه نفر سخنرانی کرد، من 23 دقیقه رفتم تو جهنم و برگشتم، 23 دقیقه رفتم تو جهنم. ببینید خانم آقایون، در قرآن ما دو نوع جهنم داریم. یک جهنم منقول داریم، یعنی نقل میشه، یعنی با من میاد. در قرآن میگه وجیع یومئذ به جهنم، جهنمو میکشن میارن. این چه جهنمیه که ملائکه رو میکشن میارن؟ اون خود من هستم، خود من. من نگفتم جهنم در این دنیاست، من اینو نگفتم. یعنی بعضیا میگن آقا بهشت و جهنم تو این دنیاست، یعنی اصلا آخرتی وجود نداره، قیامتی وجود نداره، شما میمیری و همینجا عذاب میشی و همینجا هم عرض میکنم خدمتتون که به بهشت میرسی. که حالا در بین تناسخ این مسئله هست دیگه، اصلا تناسخ برای این هستش که من مردم چون من جنایت کردم، این جسم روح من بیاد در جسم شما اما به صورت یه آدم معلول، یعنی از روز اولی که متولد میشم من معلولم. چرا این معلول به دنیا اومد؟ این خودش، این آقایی که الان شما میبینی اسمش امیره، این امیر آقا، این ظاهرش امیر آقاست ولی باطنش هم کوپایی است که اون همه جنایت کرد، حالا آوردش خدا برای اینکه دو مرتبه میخواد جهنم رو بهش نشون بده. تمام اینا که غلطه، ما اصلا به این اعتقاد نداریم که بگیم که جهنم تو این دنیاست، نه. اما اینو میخوایم بگیم همین الان تو جهنمیم ما، ولی اونو نمیبینیم. به مجرد اینی که ملک برداشته شد ملکوت را میبینیم، یعنی میبینیم تو جهنم. یعنی به مجرد اینکه این ملک بدن من خراب شد،
گفتن آقا بیا خوابید، افتاد دیگه دستش راحت شدید. انا لله و انا الیه راجعون. به مراجعه شد قرآن میگه، میگه که چی؟ لقد کنت فی غفلت من هذا، تو از این غافل بودی. از چی غافل بودم؟ من مردم و همین الان بمیرم، همون موقع خدا در قرآن میگه لقد کنت فی غفلت من هذا. غفلت یعنی یه چیزی که با شما هست اما شما ازش توجه نمیکنید. الان آقایون بگن که دکمه پیراهنشون چند تاست؟ دکمه پیراهن شما چند تاست؟ شما نمیدونید چند تا، معلومه نمیدونم چند تا دکمه هست الان دقیقاً نمیدونم بگم، یک دو سه، حالا بعد بشمارم یا سخنرانیام بگم. شما نمیدونید که این کفشی که الان بندشو بسید چند تا سوراخ داره، حالا کفاشو نگنم چند تا سوراخ داره. خیلی چیزا رو انسان باهاشه ولی نمیدونه باهاشه. خب من تو جهنمم اما نمیدونم تو جهنمم، منتها وقتی که مردم این ظهور پیدا میکنه، توجه فرمودید، این ظهور پیدا میکنه. وقتی ملک برداشته شد اون ملکوت ظهور پیدا میکنه. ببینید معاد و قیامت یک سیر تاریخی نداره که بگیم الان سال 1300 و سال 2018 هستیم، حالا میریم 2020 و بعد 2030 و مثلا معاد در سال 2040 برقرار میشه. نخه اصلا چنین چیز، معاد همین الان هست، اما نه اینی که بگم تو این دنیا هست. باطن این دنیا جهنم است، باطن این دنیا به این باطن رو ما کشفش میکنیم. در قرآن میگه ما بهشت های مختلف داریم، جهنم های مختلف داریم. مگه نداریم که؟ مگه در سوره الرحمن نمیگه که دو تا بهشت داریم؟ اینا رو میگه و بهشت های متعدد ما داریم. بنابراین به تعداد شما بهشت وجود داره، به تعداد شما جهنم وجود داره. و ولی همه اینها حضرت علی در خطبه متقین که من در اینجا شرح کردم توی این ونکوور روی سایت ما هم هست، میفرماید فهم، اینو بیارید آقای علی آقا، فهم میفرماید ایشان، یعنی همین اولیای الهی، همین آدمایی که خودشونو ساختن، ول جنتو کمن قد رآها، بهشت را مثل این که دارن میبینن. فهم فیها منعمون، اینا در اون بهشت در حال نعمتن. یعنی چی در حال نعمتن؟ یعنی الان مثلا یک فردی که جزء ولی الهی است الان نشسته میگه به به الان بیارید برای من غذا رو بیارید. میگه با کی حرف میزنید؟ میگه با اون حورالعین دارم میگم برای من غذا بیارید. نه، این زندگیش تو بهشته، این واقعا حس میکنه. و هم و نارو کمن قد رعاها، اینا آتیش رو مثل که میبینن. و هم معذبون، در اون دارن عذاب رو حس میکنن، همون موقع دارن عذاب رو حس میکنن. اینا همه با اون تمثلات عذاب برزخی. خب پس پیغمبر اکرم یک سیر جسمانی داشتن، یک بحث تمثل و مثال برزخی بوده توی این رفتن پیغمبر. مسئله سوم مرحله ادراک معارف عقلی. خب علمه شدید القوا، وقتی به پیامبر حقایق رو انتقال میدادن پیغمبر ادراک عقلی میکرده. خب مسلمه پیامبر حقایق رو باید ببینه، ارائه بشود به آیات کبرا، و اونجا پیغمبر اکرم ادراک معارف قلبی میکرده. مرحله شهود قلبی به مرحله میرسد که دیگه مرحله ادراک عقلی نیست. توی این سیری که پیامبر داره، یعنی تو معراج ما هم اگه بخوایم انجام بدیم، یه جایی میشه که دیگه از عقل و نظر و اندیشه میایم قلبمون متصل میشه، این دل انسان متصل میشه، دل مشاهده میکنه، میگه من دلم دید، من دلم دید امانت این شخص رو، دلم دید صداقت این شخص رو. اگر دل خیلی گوهر بزرگه، اگر این دل صاف باشه هر حرکتی رو حس میکنه. بنابراین این شهود قلبی، اینا همه توی معراج مطرحه. و مسئله مطرح پنجمی که انه هو السمیع البصیر رو من گفتم، عبودیت محض و قرب نوافله. خوب توجه بکنید، عبودیت محض و قرب نوافل. تمام نکته بحث من در همین قسمتی که بگم و دیگه شما رو به خدا میسپارم، و اون نکته این استش که تو توجه بکنید، اول آیه براتون خوندم سبحان الذی اسرا چی بود؟ ها؟ به عبدهی، نمیگه به عبدالله، به عبدالله میگه، تازه عبدالله مقامش پایین تر از عبدهو هست. اینجا آنچنان نزدیک شده، آنچنان خالص شده، آنچنان قرب پیدا کرده که دیگه چیزی از او باقی نمونده. یعنی پیامبر اگه داره میره، خدا داره او رو میبرتش، یعنی پیامبر نمیره ما او رو میبریم. پیامبر نمیگه ما داریم میگیم، پیامبر نمیکنه ما داریم انجام میدیم. اینجا اتحاد عاشق و معشوق صورت میگیره، او نمیکنه ما داریم انجام میدیم. به همین دلیل انه هو السمیع البصیر در اینجا که میگه، خب خدا سمیع است و بصیر است. اگه بگیم پیامبر سمیع است و بصیر است، خب یعنی خدا سمیع است و بصیر است، نه اینکه پیامبر خداست. برای اینکه این فانی شده، نگاه کنید این حدیث در شب در شب معراج به پیامبر گفته میشه، ما یتقرب الی
عبد من عبادی به شیء احب الی من مفترست و من ببخشید من مفترست و علی. خداوند میفرماید که بنده من به من نزدیک نمی شود، قرب به من پیدا نمی کند مگر به وسیله اون چی که من بر او واجب کردم. یعنی اون چیزایی که خدا واجب کرده به وسیله اون من قرب پیدا می کنم، اون چی که خدا بر من گفته. خب یعنی بنده من به من نزدیک می شود. البته اینو میگن قرب، عرض کنم که دو نوع قرب داریم، قرب فرائض و قرب نوافل. حالا من این توضیح میدم. و انه لیتقرب الی بالنافله، این واجباتش انجام میده با نوافل. نوافل یعنی زیادی ها، با اون سعی میکنه که خودش رو اون اموری که در واجبات کسب کرده در این نافلات جبران میکنه. حتی احبه، تا اینکه من عشق به او پیدا میکنم، انقدر به من نزدیک میشه. فاذا احببته، وقتی که من محبت به او پیدا کردم، کنت اذن سمعه الذی یسمع به، من گوش او میشوم، گوشی که با آن میشنوم. اینجا من میبرمش. سبحان الذی اسرا، به این مقام حضرت موسی نرسیده، اما پیغمبر رسیده. من میشوم گوش او، گوشی که با آن میشنوم. و بصره، من میشوم چشم او، الذی یبصر بهی، اون چشمی که با آن میبیند. و لسانه الذی ینطق بهی، و من میشوم زبان او، زبانی که با او نطق میکنم. و یده التی، من میشوم دست او، یبطش بها، با اون کار میکنم. اندعانی عجبته، اگه من رو بخواند من اجابتش میکنم. و این سألنی اعتیته، این در شب معراج، این حدیث، این مرحله پنجمه که در اینجا من براتونم آوردم. حالا نگاه کنید اون این آیه رو نگاه کنید، سوره انفال آیه 17. در یکی از جنگ ها اینا کشتن، یعنی پیغمبر کشته، اینا هم کشتن، یعنی در دفاع در خودشون. ما حمله ابتدایی که نداریم در اسلام که حمله کنن، در دفاع. الان اینجا حمله کنن به ما باید دفاع بکنیم. اگه خواستن ما رو بکشن ما باید بکشیم. خداوند میفرماید فلم تقتلوهم، شما اونها رو نکشتید، ولکن الله قتلهم، خدا اونها رو کشت. و ما رمیت اذ رمیت، ای پیامبر تو تیر رو ننداختی وقتی که تیر رو انداختی، ولکن الله رما، خدا تیر رو انداخت. این یعنی چی؟ نگاه کنی این قسمت دوم آیه با قسمت اول آیه خیلی فرق میکنه. در قسمت اول، قسمت دوم آیه میگه ای پیغمبر وقتی که تیر رو انداختی تو تیر رو ننداختی. پیغمبر تیر رو انداخت یا ننداخت؟ اگر پیغمبر انداخته چرا خدا میگه و ما رمیت، چرا تو ننداختی؟ اگر نه هدایتی نیست، الان اتحاد اینجا. و ما رمیت، تو تیر رو ننداختی، اگه انداخته چرا میگه ننداختی؟ اگه ننداخته چرا میگه از رمیت، وقتی که انداختی؟ وقتی که تو انداختی تو ننداختی، خدا انداخته است. شما به این قلم تو میگی وقتی تو مینویسی تو نمینویسی، من مینویسم. قلم برمیگرده میگه بی خود میکنی، منم دارم مینویسم، ولی اینا با همن، در ید اوست. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. حالا وقتی که عبد مقام عبودیت رسید، خداوند میگه که و ما سمعت از سمعت ولکن نی سمعت، اون نشنید وقتی که شنید، من شنیدم. وقتی که حرف میزنه خدا میگه که، وقتی میبینه خدا میگه و ما بصرت از بصرت، وقتی که دید او ندید، ولکن نی بصرت، من دیدم. توجه فرمودین؟ منصور حلاج میگفت این حرفا رو که من نمیزنم، من خدا هستم، او داره میزنه. وقتی اون داره میزنه من چرا محکومم؟ من حرف نمیزنم، اون اومده از زبان من داره حرف میزنه، اون از زبان من داره بیان میکنه. حالا نگاه کنید نکته مهم اینجاست که در اینجا فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. این قسمت اول آیه با دوم آیه چه فرقی داره؟ نگاه کنید، میگه خداوند در اولی میگه شما نکشتید، کی کشت؟ خدا کشت. در قسمت دوم آیه چی میگه؟ بگید بخونید. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، به پیامبر میفرماید تو تیرو ننداختی، وقتی انداختی ها خدا انداخت. فرقش اینه که در بالا اگه میخواست مثل پایین بگه بعد اینطوری میگفت فلم تقتلوهم از قتلتهم از قتلهم، شما اونا رو نکشتید وقتی که کشتید. اینجا حتی خدا میگه شما هم نکشتید، یعنی نمیگه وقتی که کشتی. فلم تقتلوهم تموم شد، شما نکشتید، خدا کشت. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. این اتحاده، این همین مقام پنجمه که بنده اشاره کردم. خب حالا ما در مورد معراج
مباحث دیگری داریم مفصل انشاءالله هفته آینده عرض میکنیم. نگاه کنید این چند بیت از مثنوی رو ما بخونیم. یک روز پیغمبر، این روایت درسته ها، مولانا اینو آورده، پیغمبر نشسته بود و دید یک شخصی به نام زید، حالا میگن زید یعنی یه زیدی، مثلا ما میگیم یه زیدی ولی حالا ما نمیدونیم این کیه، اسمش در حدیث میگن زید. خب این بر پیغمبر وارد شد و پیغمبر اکرم گفتش که کیف اصبحت، کیف اصبحت یعنی خب چه خبر، چه کار کردی دیشب، چه کار کردی؟ دید این حالش یه جوریه، رنگش پریده، تلو تلو داره میخوره، زیر چشش باد کرده، مثلا حالا من میگم زیر چشش باد کرده، تو روایت نه. خلاصه بهش گفت کیف اصبحت، گفت اصبحت موقنن، من در حالی صبح کردم که روزها من خیلی زحمت کشیدم، خیلی ریاضت کشیدم، قابلیت در خودم ایجاد کردم، این قابلیت منو به مقام یقین رسونده. پیامبر فرمود حالا نشانه های یقین چیه، نگاه کنید. گفت پیغمبر صباحی زید را کیف اصبحت ای رفیق با صفا، گفت عبدن مؤمنن، من صبح کردم در حالی که واقعا به ایمان رسیدم، چون من خیلی زحمت کشیدم ای پیامبر، روزهای مستحبی گرفتم، زبانم رو کنترل کردم، جایی که نباید میدیدم نگاه نکردم، جایی که نباید همین کارا رو کردم. گفت عبدن مؤمنن، باز اوش گفت، پیغمبر برگشت گفت کو نشان از باغ ایمان گر شکفت، اگه واقعا ایمان در دل تو شکفته شده نشونشو بده. گفت تشنه بودم من روزها، من روزها تشنگی کشیدم، یعنی من ریاضت کشیدم، شب نخفتستم ز عشق و سوزها، شب زنده داری کردم، ان ناشعت اللیله یه اشد و وطن و اقوم و قیله. حالا اینجا اصلا تا ساعت 12 و 1 اینقدر این سریال ها نگاه میکنن که دیگه شبی باقی نمیمونه، اصلا شخص اصلا نمیدونه شب شده. تازه روز و شب گذر کردم چنان، من دیگه اینطوری شدم که احساس کردم از روز و شب اومدم بیرون، که ز اسپر بگذرد نوک سنان، که از سپر نوک نیزه خارج، یعنی من از زمان و مکان خارج شدم و رفتم در یه مرتبه دیگه قرار گرفتم، اصلا دیگه اونجا زمان و مکان نیست. ببینید پیغمبر این معراجی که رفت، رفته انبیا رو دیده، عذاب ها رو دیده، بهشت رو دیده، جهنم رو دیده، همه اینا دیده، بعدش برگشته. من این رفت و برگشت پیغمبر شما ببینید تو تاریخ ببینید چقدره، یعنی جاش همونجا پن بوده، برگشته تو جاش، مثل که شما در عالم خواب، حالا پیغمبر نخوابیده، در عالم خواب شما خواب می‌بینی رفتید مثلا مشهد و بعد این قطار تهران مشهد هم سوار شدی، و چون خیلی خوب آدم با قطار مشهد بره، من با هواپیما نمیرم هیچ وقت، با قطار میرم، با قطار تا قطار تهران مشهد سوار شدی و همه ایستگاه‌ها رو تو خواب ها، همه ایستگاه‌ها رو دونه دونه نگاه کردی، و اینجا هم شاهرود، اونجا چیه، اینجا چیه، همه اینا رو، بعد رفتی مشهد و زیارت و رفتی سقاط، همه اینا تو عالم خواب چقدر گذشته بر شما، فکر می‌کنی چقدر زمانش رو دارم عرض می‌کنم. اینجا میگه من از حالتم خارج شدم ای پیامبر، عرض کنم که کز اسپر بگذرد نوک سنان، که از آن سو جمله ملت یکیست، من میرم همه یکی هن، صد هزاران سال و یک ساعت یکیست، هست ازل را و ابد را اتحاد، عقل را ره نیست آن سوز افتقاد، افتقاد یعنی عقل کم داره، کم میارم، کم آوردم، نفهمیدم این اول و آخر رو. گفت از این ره کو ره آوردی بیار، اون چرا که تو آوردی بیار، پیغمبر گفت بیار در خور فهم و عقول این دیار، این حرفا رو نزن، این مردم نمیفهمن، بگو چی دیدی. گفت خلقان چون ببینن آسمان، خلقان ملک رو میبینن، من ببینم عرش را با عرشیان، من ملکوت رو میبینم، هشت جنت هفت دوزخ پیش من، شما میدونی که بهشت هشت در داره، چی جهنم هفت در داره، بهشت چی هشت در داره، که حالا میگن درهای جهنم همین حواس ماست، پنج تا چشمی که از درهای جهنمه، زبانتون یکی از درهای جهنمه، گوشمون یکی از درهای جهنمه، بعد قوه واهمه هست، قوه خیال، خیالاتی که میکنی راجع به من، راجع به دیگری، واهمه، اینا هفت تا میشن دیگه، پنج تا و دو تا میشه هفت، وقت درهای بهشت هم ایناست به علاوه عقل که میشه هشت تا در، این درها رو ببندیم که وارد جهنم نشیم، هشت جنت هفت دوزخ پیش من، هست پیدا همچو بت پیش شمن، توجه فرمودی یا نه، مثل اینکه بت پیش بت پرست ظهور داره، اینا هم پیش من ظهور داره، یک به یک وا میشناسم خلق را، من همه خلق رو میبینم، ملکوتشون رو دارم میبینم، همچو گندم من ز جو در آسیا، میدونم این جو، این گندم، اینا رو میبینم. ببین خود شما هم گاهی از آقا به یه دیدهایی میرسید تو این عالم، یکی که میاد میگه آقا این کلو برداره، من تو کتم نمیره، من دیدم اینو، من تو باطنش رو خوندم، حالا منظور این که، اما گاهی هم هستش که اینطوریه دیگه، وقتی که دلی صاف باشه میبیند،
و یکی از عرفا سوال کردن که آقا شما چجوری که میفهمی من وارد شدم با یه نیتی وارد شدم؟ بله بنده خودم اینا رو دیدم، نه اینکه من ببینم و من هیچی نیستم، اما پیش اساتیدی بودم که مثلا گفتن آقا شما برید از اینجا بلند شید برید بیرون. اصلا اومدن بهشون گفتن آقا چند نفر هستن اینجا هستن که اینا آلودن اینجا، الان باید برن بیرون. حالا یه چنین چیز خود بنده اینو بارها عرض کردم در حضور یکی از این آقایونی که مقاماتی داشت، من رفته بودم نشسته بودم و ایشون دقیقاً این صحنه رو بنده یادمه که شیرینی تر آوردن جلوی ایشون و من خیلی دلم شیرینی تر می‌خواست اون موقع، یعنی خیلی شکمو بودم اون موقع، دوست داشتم یکم شیرینی تر رو بخورم. بعد این آقا شیرینی رو برداشت و نگاه کرد به من، دیگه نخورد. دقیقاً فهمید که من می‌خوام، نه دلم می‌خواد. اون دل صافه، اون دل صاف وقتی صافه حضور نشون میده، دقیقاً نشون میده این حالت رو هست. همچو گندم من زجو در آسیا که بهشتی کیست و بیگانه کیست؟ پیش من چو ما رو ماهی است. من فهمم این بهشتیه این جهنمیه. این زمان پیدا شده بر این گروه، یوم تبیض و تصفت و وجوه. روز قیامت یه دی صورتاشون سیاه یه دی صورتاشون سفید من دارم میبینم جمله را چون روز رستاخیز. من فاش میبینم عیان از مرد و زن. یا رسول الله بگویم سر حشر، در جهان پیدا کنم امروز نشر. هل مرا اجازه بدید تا پرده ها را بردارم، تا چو خورشیدی بتابد گوهرم، تا کسوف آید ز من خورشید را. خورشید وقتی من اگه اینا رو بیان کنم خورشید میره کنار میگه من دوچار کسوف شدم. تا نمایم نخل را و بید را، وا نمایم راز رستاخیز را، نقد را و نقد قلبامیز را. من نقد و طلای سکه عیارو از چیه تقلبی و اصلی رو بتونش میده. دست ها ببریده اصحاب شمال. من دارم میبینم یه عده‌ای هستن که اینا جهنمی هن، دستاشون بریده شده. و او نمایم رنگ کفر و رنگ آل، یعنی رنگ حیله، آل معنی حیله است. و گشایم هفت سوراخ نفاق. همین رو براتون واگشایی میکنم که یکی حفره هایی که ما رو به نفاق میکشونه کبره، خود بزرگ بینه، هرسه، شهوت، ستا، حسد، خشم، پنجتا آز و عرض کنم خدمتون عناد هست. واگشایم هفت سوراخ نفاق در ضیای ماه بی خسف و محاق، یعنی در نور یک ماهی که در وجود منه بدون اینکه این ماه دچار خسوف بشه. خسوف یعنی چی؟ گرفتیگه ماه. محاق یعنی چی؟ محاق یعنی ماه پنهان میشه، یعنی اون چند روزی که ماه نیست دنبالش میگردیم یهو ماه در میاد، اون میگن رفته در محاق. وانمایم من پلاس اشقیا، من دیگه میام پته اشقیا رو میخوام بریزم رو آب. بشنوانم تبل و کوس انبیا، دوزخ و جنات و برزخ در میان، پیش چشم کافران آرم عیان. هین بگویم یا فرو بندم نفس، لب گزیدش مصطفی، یعنی که بس بس دیگه. ولی اونجا ادامه